اما بحث آلت موسیقی، این هیئت فتوا باید تصمیم بگیره، باید مکاتبه کنیم به هیئت فتوا. اما تا جایی که من اطلاع دارم از علمایی که واقعا فکرشون فکر بازیه و فکر کاملیه، حد اعتدال و وسط، و من صحبتم امروز در چاهو همین بود، سه تا ویژگی از ویژگی های امت محمد، سه وصف که خدا امت محمد رو توصیف کرده. اولین وصفش کنتم خیر امت اخرجت للناس، خداوند امت محمد رو با خیر بودن توصیف کرده، باید بوی خیر ازش بیاد وگرنه امت محمد نیست. خدا وصفش کرده کنتم خیر امت، وصفی که خدا به ما داده. دوم و کذلک جعلناکم امتا وسطا، امتی وسط معتدل، نه خشک و خشن و افراطی، که تقواشو از پیامبر و صحابه هم بالاتر. بعضی میبینیم تو همین امروزه 4 روز متدین میشن، اونقدر سختگیر و خشن میشن و افراطی میشن که بعضی موقع فکر میکنیم که از پیامبر هم دیگه ادعاشون بیشتره، فکر میکنی با تقوا تره. و از اون طرف هم یه عده شل بیبندوبار لایوال که اصلا دیگه هیچی براشون نمونده، از بس که غرق شدن. ثم رددناه اسفل سافلین، حد وسط در همه چیز، حتی در نماز خوندن، حتی در نماز خوندن و در روزه گرفتن، در عبادت هم باید اقتصاد رعایت بکنه. اقتصاد که تو فقط تو بحث مالی نیست. و ویژگی سوم، ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، خداوند گفته اگر میخوای من رب شما بمونم برای شما، شما باید امت واحد باشید، با هم دیگه اختلاف نکنید، یدن واحده باشید، با هم دیگه دشمنی نکنید، نفاق بین هم دیگه نمامی نکنید، حسادت نکنید، عواملی که سبب تفرقه میشه کنار بذارید، یدن واحده باشید. اما چیزی که من خاطرم هست، علما تو بحث آلات موسیقی 2 گروه هست، بین افراط و تفرید. یه گروه میگن اصلا حرام، هر کسی گوش داد باید تو گوشش نمیدونم فلان بریزن. یه گروه هم چه؟ ببخشید 3 گروه. یه گروه هم دیگه شل شل هرچی بالاخره ما حب و دب آزاد. یه گروه هم حد وسط، میگن اون چیزی که میتونیم، میگن اون چیزی که میتونیم عادی به هم دیگه بگیم، کلام عادی، معصیت و گناه نیست، بهتان و غیبت و بیش شرم و حیایی تو اون کلام عادی نیست، میتونیم در قالب شعر هم همون کلام بگیم، در قالب شعر همون کلام هم بگیم. و چیزی که میتونیم با قالب شعر بگیم، میتونیم با آلات موسیقی هم بگیم. ولی بعضی موقع این آلات ها طرز نواختنش، بعضی موقع محتوای خوب اما طرز نواختن بد سبب میشه که چه؟ انحراف به وجود بیاد. بعضی موقع نواختن خوب و آروم و جذاب ولی محتواش خرابه. هر دوتا نه، باید یه ادایی باشه، باید ما یه فکری بکنیم برای عروسی ها. همونطوری که میخوایم بدعت‌های عزاداری رو کنار بذاریم اصلاح بکنیم، باید برای عروسی ها مال خود نمیشه. در یکی از بخش‌ها در اطراف لارستان میگفتن ما در تابستان و 20 روز نوروز چیز حدود 350 تا 400 تا عروسی میشه تو اون بخش، تو خود مرکز بخش ها. میگفت فقط یکی دو تا 5 تا شاید سالم باشه، دیگه همه از کنترل ما خارجه، تا دم صبح میزنن، زن و مرد داره میرسه. حال تو فکر بکن در یک شهر مثلا 20,000 نفری، 25,000 نفری، 10,000 نفری، 12,000 نفری، در فقط 4 ماه تابستون که همه از خلیج میان و تعطیلات، و در 20 روز نوروز مثلا چه 300-400 تا عروسی بشه و از کنترل خارج بشه، و تو مناطق خودمون، تو مناطقای دیگه چه لطمه ایست. ما باید تو هر منطقه یک برنامه و یک اکیپی دوره ببینن، ها، نه اینکه هدفشون فقط کسب درآمد باشه. طرف مطرحه در کشور ولی میاد اونجا میگه اگه اومدم من 2 میلیون هزینمه، از اون طرف ما اومدیم که یک سری اسراف ها رو چه پایین بیاریم. بچه های ما حتی کرای ماشینشون هم خودشون میدن، خیلی جاها میرن. ما میخوام که یک کار فرهنگی بکنیم که
بتونن جوانا راحت باشن و بالاخره مراسم ها هم شاد باشه. پس نگید که شیخ گفت که نمیدونم موسیقی حلال، آلات موسیقی حلال، این مسئله باید ارجاع بشه. من سه تا نظریه رو گفتم، بالاخره اون یکی که همه چیز آزاد کرده با هر محتوای با هر طرز نواختنی چه اون مضمومه، اونم که واقعا تشدد بالاخره پدیده ها رو نمیشه جلوش گرفت، پدیده ها رو باید جهت داد، پدیده رو باید هدایت کرد. بخواهی یا نخواهید اگر یک آهنگ معتدل پرمحتوای خوب ارزشی با آلات موسیقی نتونن علمای ما ارائه بدن، باور بکنید اگه هر هفته خود بگن موسیقی حرام سر میرزن تو گوشتون، بیشتر گوش میدن به همون مبتذل رو میارن، چون تو یه چیز درونیشو نتونستید جواب و پاسخ درست بدی. از گوش ما که اشعار زیبا با صوتهای زیبا، وقتی میگیم موسیقی همه با چون که استفاده بدنش شده، وگرنه صوت قرآن هم یه آهنگه، واقعا یک نغمه است. پیامبر هم گفته این تعبیر پیامبر خوب دقت بکنید، گفته من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی که با قرآن خوش آهنگی نکنه، غنا خوب تغنی، کسی که با قرآن خوش آوازی و خوش آهنگی نکنه گفته از ما نیست. موسیقی رو نمیشه حذف کرد، آلات موسیقی هم نمیشه حذف کرد، آلات موسیقی رو طاهر بکنیم. این میکروفون جلو منه، من میتونم فحش بدم، میتونم قرآن بخونم، میتونم حرف خوب بزنم. این آلات رو جهت بش بدیم. محتواش هم بهش بپردازید. چند شب پیش تو یک مراسمی عزیزی میخون، بگو یا رسول الله شفاعت، یا رسول الله شفاعت، این اشکال داره. پیامبر حق شفاعت نداره. شما آیت الکرسی رو نخوندید؟ من ذا الذی یشفع عنده ها الا باذنه، چه کسی حق داره شفاعت بکنه مگر با اجازه خدا؟ برای شفاعت دو شرط لازمه، یکی اجازه خدا الا به اذنه اجازه، یکی رضایت خدا از مشفوع الله. تو بحث عقیده بخونید. حق نداریم بگیم یا رسول الله، رسول الله که فوت کرده، بگیم یا رسول الله شفاعت، تو ما رو شفاعت کن. رسول الله اختیار خودش نداره، باید بگیم خدایا تو از ما راضی باش و اجازه بده به پیغمبرت که درباره ما شفاعت بکنه. این کجا یا رسول الله شفاعت؟ محتوا رو یا رسول الله نظر، یا رسول الله مدد، یا علی مدد. از اون طرف همین بچه ها همین عناصر رو چه حفظ میکنن. یه زمانی که در باز شد این نوارها آمد از کردستان و از جاهای دیگه و از سوریه و لبنان، تو سوریه و لبنان خیلی حرکت های تصوفی هست، حتی تو کردستان اینا آمد با همه محتوا، چون یه آهنگی داشت و مردم تشنه بودن دنبال یه موسیقی، آلات موسیقی و اشعار عرفانی میگشتن، اسم رسول الله توش بود تحویل گرفتن. در صورتی که وقتی متوجه شدن که این اشعار خونده شد، تکثیر شد نوارا، حفظ کردن بچه ها، حالا میخوایم تصحیح بکنیم مشکله، هنوز تو نظرشون مونده، حالا دوستان اصلاح کردن یا الله مدد. پس مواظب باشیم که نیام یه کاری بکنیم بچه کفر و شرک و توهین به خدا و رسول خدا یاد مردم بدیم، که میخوایم کنترل بکنیم عروسی رو مثلا، از اون طرف چه میخوام از یه چیز احتراز بکنیم تو چیز دیگه بیافتیم. پس در یک جنبندی که این حرکت نیاز هست، باید بهش پرداخت، باید براش وقت گذاشت و یک نیاز اجتماعی و انسانی و اسلامی ماست، باید بهش توجه کرد و همه افراد کاردانی که کار بلدن ازشون استفاده بکنن. الان شجریان واقعا داره خوب میخونه، دکتر محمد اصفهانی خوب میخونه، خیلی از ما اگه امکانات داشته باشیم این صداهایی که شما دارید اگر بپذیریم که بچه هامونو بفرستیم یه دوره هایی، کلاس زبان، کلاس فلان، کلاس عناشی بفرستیم، سرود آهنگ های ملایم خوب. از این بزرگوارم خواهش میکنیم که با این جمع از صبح آمده بدون یک قرام، بدون هیچ چشم داشی، پس دوست داره که این بچه ها همه چه، چون هنر فروشی نیست،
هنر تعلیمه. هنرمندایی که هنرشون رو دوست دارن برای هنرشون قیمت نمیذارن، دوست دارن که از هنرشون 100 تا هنرمند درست بکنن. ببینن اینا شاگردای فلان هنرمندن. جزاكم الله خیر. مغرب بعد از نماز است. مغرب جزاكم الله خیر.